سلام، به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: اجازه نیافتن نشست هواپیمای شرکت کام ایر در میدان هوایی بامیان. شرکت کام ایر میگوید که پسر عبدالرحمن شهیدانی عضو مجلس نمایندگان به هواپیمای این شرکت اجازه نشست را در میدان هوایی بامیان نداد. گپ مهمی که پیش ما از راستیش ایسته که پیلوت هایی را فکر میکنن که در اونجا از نگاه امنیتی سیف نیست برای ما بگن. کمرنگی نقش زنان در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان. سفارت امریکا در کابل میگوید که نظام عدلی و قضایی مردانه زنان را از شکایت در برابر بی‌عدالتی ها باز داشته است. اکنون فرصت حقیقی پیش آمده تا نقش زنان را در ایجاد حاکمیت قانون و نظام عدلی مدرن در خدمت همه افغانان باشد. نگرانی از روند گردآوری مالیات از مشترکان تلفن‌های همراه. اعضای کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان میگویند که روند گردآوری مالیات 10% مخابراتی شفاف نیست. هر دفعه 12 تلفن رو میاندازیم 800 دقیقه میتونه. 800 دقیقه از این تحت کدام بیارست ما نمیفهمم. و نشست سران کشورهای اسلامی در عربستان فاجعه برای پاکستان. رسانه های پاکستانی گزارش میدهند که این نشست برای پاکستان یک فاجعه بوده است. من فواد امان هستم. بازماندن یک عضو مجلس نمایندگان از پرواز کابل بامیان باعث شد تا هواپیما در میدان هوایی بامیان نشست نتواند و دوباره به کابل برگردد. مسئولان شرکت هوایی کام ایر میگویند که عبدالرحمن شهیدانی عضو مجلس نمایندگان در وقت تعیین شده به میدان هوایی نیامد و پس از آن که از پرواز ماند، پسر آقای عبدالرحمن شهیدانی عامر حوزه پلیس در ولایت بامیان به هواپیمای این شرکت اجازه نشست نداد و هواپیما ناگزیر شد تا به کابل برگردد. به گفته این شرکت هوانوردی، نزدیکان آقای شهیدانی بر خط پرواز میدان هوایی بامیان سنگ پرتاب کردند تا هواپیما نتواند نشست کند. شرکت کام ایر میگوید که عملی پرواز این شرکت دیگر حاضر نیستند که پس از این به بامیان پرواز کنند. شرکت هوانوردی کام ایر میگوید که عبدالرحمن شهیدانی و غلام حسین نصری، دو عضو مجلس نمایندگان که میخواستند به بامیان بروند، به علت دیر رسیدن از پرواز باز ماندند. سپس عبدالرحمن شهیدانی، عامر نظامی میدان هوایی بامیان و نیز عامر حوزه اول پلیس بامیان که پسر آقای شهیدانی است، به کارمندان شرکت هوایی کام ایر در بامیان گفتند که چون عبدالرحمن شهیدانی پرواز را از دست داده است، باشندگان بامیان به هواپیمای این شرکت اجازه نشست را در بامیان نمیدهد و نیز برخی از باشندگان بامیان با پرتاب بر خط پرواز مانع نشست این هواپیما شدند. این هواپیما با 30 سرنشین دوباره به کابل برگشت. مسافرین از طیاره تا کردیم، پس تیل گرفت طیاره و پس آماده پرواز شد. خود پرواز بسیار زیاد تال خورد و گپ مهمی که پیش ما است، یعنی راستیش ایسته که پیلوت هایی را فکر میکنن که در اونجا از نگاه امنیتی سیف نیست برای ما دیگه. در این حال مسئولان اداره مستقل هوانوردی میگویند که این اداره به نهادهای مسئول برای پیگیری این موضوع اعتراض خواهد کرد. عموما د قوانین پر اساس باندې کاونټر چې بند شو، ولې د کاونټر څخه وروسته ځینې نور مراحل دي، دغه وروسته نور مسافر نه قبلیږي. مګر دا نه یوازې چې کاونټر بند شوی و، حتی په خپله د طیارې دروازه هم بنده شوې وه او طیاره بیخي په ټکسي وی بندې وه، نو هغه نسي کولی چې دا بیرته راوګرځېږي. تصویرهایی که به طلوع نیوز رسیدن نشان میدن که آقای شهیدانی این کار را تابو شکنی میداند و میگوید که باید وی را پس از این بشناسند. اینطور نشده که ما را نشناسند. مرا کس نشناسته دیگر. گیری تابو شکنی میکنم. تابو شکنی کردم امروز. اما عبدالرحمن شهیدانی میگن که آنان در این رویداد نقشه نداشتند. ما اینجا تماس بسیم که پرواز ما پرواز ماندیم. ما رفتیم طرف خانه، همین قدر مردم را ما خبر کردیم دیگه. بعد از اینکه در اینجا چی شده، مردم بوده نبوده و ما در جریان نیستم. از سوی هم شماری از باشندگان پایتخت قانون شکنی و زورگویی های اعضای مجلس نمایندگان را سخت انتقاد می کنند. ولی از خدا این ملک خیلی مشکلات ها داره، بیاین مشکلات ها را حل کنین قبل از اینکه شما زورگویی کنین. خواهش ما از وکیلای صاحبا که است، باید قانونم رعایت کنند.
بر بنیاد قوانین این کار آمر حوزه اول پلیس شهر بامیان جرم است و دیده شود که با این جرم چگونه برخورد می شود. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان برای بحث بیشتر در این باره در استودیو همراه ماست. خیلی خوش آمدین آقای احمدی. پسر عبدالرحمن شهیدانی که در واقع آمر حوزه پلیس است در ولایت بامیان، چطور توانست مانع فرود هواپیما در میدان هوایی این ولایت شود؟ تشکر و عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز طلوع و طلوع نیوز. البته تا حالا هیچ چیز در نزد اداره محلی بامیان تثبیت نشده. با توجه به رویداد امروز اداره محلی بامیان جلسه امنیتی تشکیل داد و در جلسه امنیتی هیئت را موظف کرد تا این هیئت این قضیه را از نزدیک و با تمام جوانب او بررسی بکنه و پس از بررسی قطعا ما اجراءات قانونی خود را خواهیم داشت. اما شما در عکس ها و نوار تصویری دیدین که نزدیکان آقای عبدالرحمن شهیدانی خودشان را به ساحه ممنوعه میدان هوایی ولایت بامیان رساندن، در خط نشست هواپیما سنگ پرتاب کردند. البته ما گزارش مبنی بر پرتاب کردن سنگ نداریم، اما حضور یک تعداد از متنفذین و بزرگان بامیان را که در حقیقت موکلین جناب آقای شهیدانی بودند گزارش را ما داریم. با آن هم هنوز زود است که ما کسی را متهم بکنیم و یا به عنوان متخلف و متخطی عنوان بکنیم. اداره محلی بامیان به صورت قاطع و جدی قضیه را تحت بررسی داره و به همین لحاظ بودن که آنن امروز ما جلسه امنیتی تشکیل دادیم و به تعقیب جلسه امنیتی ما هیئت را توظیف کردیم که هیئت وظیفه داره، مکلفیت داره تا این قضیه را با تمام جوانبش تحت بررسی قرار بدهد و متخلفین و متخطیان را به قانون بسپارد. اما آقای احمدی، در موجودیت نیروهای امنیتی در ولایت بامیان، در میدان هوایی ولایت بامیان و موجودیت شخص والی در این ولایت، حکومت محلی در این ولایت، چطور موکلین عبدالرحمن شهیدانی توانستن خودشان را به ساحه ممنوعه میدان هوایی برسانند، مانع نشست هواپیما شوند؟ فکر میکنین که این قضیه کوچک است یا خیلی جدی و کلان است؟ حتی شرکت هوایی کامیار و همچنان اداره هوانوردی ملکی گفته که این اقدام نماینده مجلس در واقع اعتبار و وجعه شرکت های هوایی افغانستان در سطح بین الملل خدشدار ساخته. البته ما ادعای که قضیه کوچک بوده یا غیر جدی بوده ای را نداریم. روی همین لحاظ بودن که ما روی قضیه خیلی پافشاری داریم و جدی عمل کردیم و قاطع عمل خواهیم کرد. اما ای که خب یک تعداد از متنفذین و موکلین جناب آقای شهیدانی وارد ساحه ممنوعی میدان شده باشه، ما در این قسمت هنوز هم گزارش نهایی خود را نداریم. بله. روی همه لحاظ بودن که به این لحاظ ببینید ما مطابق شما دیگر به چگونه گزارش نیاز دارین تا اقدام کنین؟ شما نوارهای تصویری عکس ها را از جریان ممانعت نشست هواپیمای کامیار در ولایت بامیان دیدین و اونجا شخص خود عبدالرحمن شهیدانی در نوار تصویری که به طولونیز رسیده گفته با این کارش در واقع تابو شکنی کرده. ببینید، ما برای رسیدگی به یک قضیه مطابق به قانون و در پرتو حکم قانون نیازمند دقت و حوصله مندی هستیم. اداره محلی بامیان مکلف و موظف به تطبیق قانون هست و این قانون را زمانی میتونیم ما به نحو مطلوبش تطبیق بکنیم که ما جوانب را به صورت عام و تامش تحت بررسی داشته باشیم. یک موضوع. موضوع دوم، مطابق گزارش های اولیه‌ای که ما داریم، البته هنوز هم ادعاها ضد و نقیض هستند. ببینید، خب ممکن بعضی گزارش هایی که در صفحات اجتماعی آمده یک بحث جداست، ما نه رد میکنیم و نه تأیید میکنیم، اما آنچه که برای ما مهم هست این است که پرواز شرکت خصوصی کامیار به صورت طبیعی که روزهای یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه بوده، امروز همین پرواز اتفاق افتاده، مسافرین خود را در بامیان انتقال داده و مسافرینی که در بامیان بوده به کابل انتقال داده. یعنی در حقیقت امو وضعیت نرمال و طبیعی پروازهای شرکت را برای ما گزارش داده. بله. یک قضیه. قضیه دوم، گزارش هایی که هنوز البته تایید نشده و نهایی نشده. بله. ما در راستای تأمین ارزش های حکومتداری خوب و در راستای مسئولیت
سکتور خصوصی و پروازهای خصوصی ما هیئت تشکیل دادیم، ما کمیته جلسه امنیتی خود را تشکیل دادیم و در این جلسه آقای احمدی، ریاست میدانهای هوایی ملکی در واقع در مکتوب از مقام ولایت بامیان خواسته تا در برابر این اقدام عبدالرحمن شهیدانی اجراءات صورت بگیره و در کنار از این نوارهای تصویری و عکس‌های بیشمار از موجودیت نزدیکان آقای عبدالرحمن شهیدانی در ساحه ممنوعه ولایت بامیان در میدان هوایی ولایت بامیان دیده میشه، در هنگام وقوع این رویداد شخص والی کجا بود؟ مگر در چنین یک حالت ها مسئولیت والی حکومت محلی در ولایت بامیان چی است؟ چرا نتوانستن از وقوع این رویداد جلوگیری کنین؟ قبل از اینکه مکتوب این اداره صادر شود، اداره محلی بامیان مطابق به وظایف محولهشون اجراتشون را انجام داده، کمیته یا همو جلسه امنیتی خود را تشکیل داده، هیئت را ترتیب داده و توظیف کرده. دوما شخص مقام ولایت به عنوان رهبری کننده اداره در بخش‌های مختلف کار خود را به صورت نرمال و فعال انجام داده و انجام می‌دهند و قطعا در این قسمت پلیس بامیان، مخصوصا پلیس سرحدی بامیان و آمریت میدان هوایی بامیان، اینا کسانی هستند که در پرتو اینمی هیئتی که توظیف شده و باید قضایا را همه جانبه بررسی بکنه، به این موارد رسیدگی خواهد کرد و بررسی همه جانبه خواهد کرد. بله، مردم افغانستان از تعیین هیئت و ایجاد کمیسیون ها زیاد خاطره خوش ندارن. حالا چطور بالای شما باور داشته باشند که از کنار این رویداد با بی‌تفاوتی عبور نمیکنین، این قضیه را جدی به گونه حقوقی و قانونی پیگیری میکنین؟ من سخنگوی اداره محلی بامیان هستم. در بامیان یک از شاخص‌ها و یک از شهرت‌هایی که بامیان دارد حکومتداری خوب هست و تأمین شاخص‌های حکومتداری خوب در بامیان بوده. هیچگاهی در بامیان هیئتی و کمیته توظیف نشده، تشکیل نشده، مگر اینکه به موضوع به صورت کامل رسیدگی کرده. در پیوند به این قضیه چه اطمینان وجود دارد که به گونه جدی بررسی خواهد شد؟ من به عنوان سخنگوی اداره محلی بامیان از همه وسیله‌ای که امی لحظه در خدمت شما و بینندگان شما و ملت شریف و شهروندان شریف بامیان قرار دارم، من اطمینان میدم که اداره محلی بامیان با قاطعیت تمام، چنانچه در سایر موارد قاطع عمل کرده، جدی عمل کرده، در این قضیه ما قاطع هستیم، جدی هستیم، ملاحظه هیچ کس را نداریم. برای ما آنچه که ارزش دارد و مهم است قانون است. خیلی کوتاه میخوایم از شما در اخیر پاسخ داشته باشم. شخص عبدالرحمن شهیدی در نوار تصویری که به طول نیوز رسیده این کارش را در واقع تابو شکنی تعریف کرده. تعریف شما از این اقدام و این کار آقای شهیدانی چیست؟ خب این برمیگرده به خود جناب آقای شهیدانی. اولا گفتم که همچنان تا همین لحظه ادعاها ضد و نقیض هستند. ما نمیتونیم در این قضیه کسی را متهم بکنیم یا تابو شکن عنوان کنیم یا قانونگریز عنوان کنیم. در این قسمت قطعا جناب وکیل صاحب آقای شهیدانی جواب خود را داره و آنچنان که ما در خبر شما دیدیم ایشان این موضوع را رد کردن. چه زمان ایشان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکنیم به خاطر بررسی هرچی بیشتر این رویداد؟ هرگاه قانون حکم بکند ما در پرتو قانون و در پرتو هدایت و حکم قانون عمل خواهیم کرد. خیلی سپاسگزارم عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان از حضورتان در برنامه. بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که مافیای آلوده به فساد در حکومت افغانستان جا گرفتند. بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سندهایی را در دست دارد که بیشتر از 50% از نفت مورد نیاز نیروهای دولتی و جنگ افزارهای نیروها حیف و میل میشوند. وی میافزاید که این مدارک نشان میدهند که مقامهای امنیتی افغانستان جنگ افزارهای نیروهای امنیتی را به طالبان میفروشند. بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان ناامنی و فساد را دو چالش بزرگ در برابر افغانستان میگوید. جان سابکو از این میان فساد گسترده را در ارتش و پلیس افغانستان یک مشکل جدی برای واشنگتن میداند. فساد گسترده وجود دارد. من پرونده های مستند از مقام های آلوده به فساد دارم که نشان می دهند این مقام ها نفت و جنگ افزارهایی را که ما کمک کرده ایم دزدیدند و آنها را به طالبان فروختند. گرچه که فساد در اداره ما هست، گرچه که گپایش در ارتباط به وزرا و حکومت ما گاه گاهی که می زنند، یک قسمت شما می فهمیم واقعیت هایی هست. اما برخی از نمایندگان مجلس به این باور هستند که خارجیان نیز در فساد در افغانستان دست دارند.
خود امریکاییان در رابطه با از بین بردن فساد صادق نیستن. اگر صادق می بودن حکومت همه نهادهای حکومت مربوط به اوناست. بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که مافیای آلوده به فساد در حکومت افغانستان جا گرفته است. اما تلاش های رهبران حکومت افغانستان خوشبینی محتاطانه در او پدید آوردند. در همین حال ریاست جمهوری میگوید که برای نخستین بار بیش از 150 تن از مقام های امنیتی بازنشسته شدند. تغییرات جدی در وزارت های دفاع ملی و امور داخله رونما شدند. اصلاحات در پیمان های نهادهای امنیتی به میان آمدند و نیز سربازان بایومتریک شدند تا جلب سربازان خیالی گرفته شود. سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل بر ادامه کمک‌های این کشور بر افزایش شمار زنان در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان تاکید می‌ورزد. وی در آغاز یک برنامه کارآموزی 6 ماهه‌ای ویژه زنان در لوی سارنوالی برای 119 بانوی فارغ دانشکده‌های حقوق و شریعت می‌گوید که نظام عدلی و قضایی مردانه زنان را از رجوع و شکایت در برابر بی‌عدالتی‌ها باز داشته است و باید نقش زنان در این نهادها پررنگ گردد. اداره توسعه جهانی ایالات متحده آمریکا اینجا در کابل از مرحله تازه فراهمسازی فرصت‌های کارآموزی در لوی سارنوالی افغانستان خبر می‌دهد. بر بنیاد یک برنامه دو ساله کارآموزی این نهاد در لوی سارنوالی 119 بانوی فارغ شده از دانشکده‌های حقوق و شرایط کشور پس از فراگیری یک دوره آموزشی یک ماهه می‌خواهند که به ولایت‌ها بروند و در آنجا کار کنند. We have had a huge opportunity to move beyond symbolic and cultural. اکنون یک فرصت بزرگتری فراهم شده است تا فراتر از یک شمولیت سمبولیک زنان در نظام قدم بگذاریم. اکنون فرصت حقیقی پیش آمده تا نقش زنان را در ایجاد حاکمیت قانون و نظام عدلی مدرن در خدمت همه افغانان باشند. یک سال قبل ما یک نفر زن در اداره سارنوالی رئیس داشتیم. امروز خوشبختانه اعلان میکنیم که یک معاون اداره لوی سارنوالی و نو رئیس با ظرفیت، با اعتماد به نفس، قدرتمند و قاطعانه برای حاکمیت قانون و برای عدالت در افغانستان فعالیت میکنند. آقای حمیدی میافزاید که برای تمامی این بانوان برای کار در نهادهای لوی سارنوالی افغانستان فضای مطمئن فراهم ساخته است. این برنامه و این خاطر گرفته شده که ما بتانیم از طریق جذب ظرفیت‌های جدید، توانایی‌های جدید، تعهدات و اعتماد به نفسی که وجود داره اداره سارنوالی را ظرفیتش بالا ببریم. اداره توسعه جهانی ایالات متحده آمریکا میگوید که در برنامه دوم کارآموزی 242 بانوی دیگر پس از یک ماه آموزش برای کار به لوی سارنوالی افغانستان معرفی خواهد شد. 16 متهم رویداد شفاخانه 400 بستر دیروز به دادگاه کشانیده شدند. وزارت دفاع ملی میگوید کسانی که متهم به کوتاهی در تامین امنیت این شفاخانه بودند در این دادگاه حاضر شده بودند. این دادگاه پنهانی برگزار شد و جزئیات آن تا اکنون روشن نشده است. اما اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد حمله بر شفاخانه 400 بستر میگویند که اگر افسران بلندپایه‌ای که در این رویداد متهم هستند به دادگاه کشانیده نشوند برایشان پذیرفتنی نخواهد بود. حرکت افغانستان 400 به شمار تلفات غیر نظامیان در سال 2016 میلادی در 26 ولایت کشور نهال و گل نشاندند. این حرکت هدف این نهالشانی و گل نشانی را یاد بود از قربانیان غیر نظامی در درگیری های مسلحانه و پایان دادن به جنگ در افغانستان می دانند. بر بنیاد گزارش یونما در سال 2016 میلادی 3498 غیر نظامی جان باختند. کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان تاکید می‌ورزد که روند گردآوری مالیات 10% از مشترکان تلفن‌های همراه شفاف نیست. اصولاً هم اعضای این کمیسیون از نبود مسئولیت مکالمات مخابراتی در کشور نگران هستند. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می‌گوید هر نهادی که خلاف قانون و حکم دادگاه مکالمات تلفنی را بشنود مرتکب خیانت ملی می‌شود. کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان در نشست روز سه‌شنبه این کمیسیون نمایندگان وزارتخانه های مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و مالیه را فراخواند. در این نشست نمایندگان مردم از این مسئولان انتقاد میکنند که نتوانستند کارشیوه درستی برای گردآوری مالیات 10% از تلفن های امرا ایجاد کنند. از سوی هم نبود مسئولیت مکالمات مخابراتی یکی دیگر از نگرانی های این کمیسیون است. هر دفعه 12 صدافاری رو میاندازیم
800 دقیقه میتونه. 800 دقیقه ازی تحت کدام میاره؟ ما نمیفهمیم واقعا. تلفن خود ما 3 ماه زیر کنترل بود. میفهمیدم. بعد از چند ثانیه یک تک صدا میکرد. اما مسئولان حکومتی از ادامه تلاش ها برای ایجاد شیوه وقت واقعی یا ریال تایم که هدف آن ایجاد شفافیت در روند گردآوری مالیات است سخن می زنند. این مسئولان شنیده مکالمات مخابراتی را به حکم دادگاه خلاف قانون و یک خیانت ملی می دانند. امی قانون پاس نمی شد. شما همین به تمام کمک هایی که به امروز می شه که متاسفانه بیشترینش از خارج جاتا می دادن براتان. و وزیر مالیه به اون خاطر خانه با خانه رفت، عذرم کرد، زاری هم کرد، ما هم زاری کردیم که به خاطر منفعت وطن. هر کسی را که شما میگین، هر اداره ای را که میگین، هر فرد را که میگین بدون حکم محکمه اگر این کار کرده خلاف قانون اساسی است و یک خیانت ملی است. اما رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان تاکید می‌ورزد که روند گردآوری مالیات 10% شفاف نیست. توفیقاً قابل قبول بر نیست. مسئولیت شرکت‌های مخابراتی، اداره محترم اطراف، وزارت محترم مخابرات و خصوص وزارت محترم مالیه در این راستا وظیفه دارم که اون چیزی را که وعده کردیم طرز عملی را که ساختار یک سیستم معین و مشخصی را ترتیب و تنظیم بکنن. حکومت با آغاز گرفتن 10% مالیه از مشترکان تلفن‌های همراه تعهد نموده بود که پس از گذشت 6 ماه شیوه حسابدهی از این پول را ایجاد می‌کند. اما با گذشت نزدیک به 2 سال تا کنون این شیوه ایجاد نشده است. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگویند که از بهر آبیاری درست زمین‌های کشاورزی و جلوگیری از ضایع شدن آب، این وزارت تا 3 سال آینده 300 انجمن آبیاری دیگر را ایجاد خواهد کرد. این مسئولان می‌افزایند که این نهاد در حوزه‌های شمال، غرب، شرق و شمال شرق برای افزایش ظرفیت‌های کشاورزی بیشتر از 13,000 کشاورز در بخش‌های گوناگون آموزش داده خواهند شد. نشست کشورهای اسلامی در عربستان سعودی برای حکومت پاکستان یک فاجعه بوده است. بر بنیاد گزارش رسانه‌های پاکستان، نواز شریف نخست وزیر پاکستان که می‌خواست در این نشست سخنرانی کند و نقش پاکستان را در پیکار با هراس افغانی برای کشورهای جهان بزرگ جلوه بدهد، اما در این نشست نه از نواز شریف و نه از راحل شریف که اکنون رهبری ائتلاف نظامی عرب را بر دوش دارد، برای سخنرانی دعوت نشد. در ادامه خبرها در طول نیوز تقدیم می شود. سپاسگزارم از توجه دانستلو. یک بار دیگر سرخط خبرها در طول نیوز. اجازه نیافتن شرکت هواپیمای شرکت کام ایر در میدان هوایی بامیان. شرکت کامیار میگوید که پسر عبدالرحمن شهیدانی عضو مجلس نمایندگان و هواپیمای این شرکت اجازه نشست را در میدان هوایی بامیان نداد. گپ مهمی که پیش ما است، یعنی راستیش ایست که پیلوت ها ای را فکر میکنن که در اونجا از نگاه امنیتی سیف نیست برای ما بگن. کمرنگی نقش زنان در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان. سفارت امریکا در کابل میگوید که نظام عدلی و قضایی مردانه زنان را از شکایت در برابر بی‌عدالتی‌ها باز داشته است. اکنون فرصت حقیقی پیش آمده تا نقش زنان را در ایجاد حاکمیت قانون و نظام عدلی مدرن در خدمت همه افغانان باشد. نگرانی از روند گردآوری مالیات از مشترکان تلفن‌های همراه. اعضای کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان میگویند که روند گردآوری مالیات 10% مخابراتی شفاف نیست. هر دفعه 12 صد افغانی رو میاندازیم 800 دقیقه میتونه. 800 دقیقه از این تحت کدام میاره است؟ ما نمیفهمیم. و نشست سران کشورهای اسلامی در عربستان فاجعه برای پاکستان. رسانه های پاکستانی گزارش میدهند که این نشست برای پاکستان یک فاجعه بوده است. در یک حمله طالبان بر یک پایگاه ارتش ملی در ولایت قندهار 11 تن از نیروهای ارتش جان باختند و چندین تن دیگرشان زخم برداشتند.
وزارت دفاع ملی میگوید که این رویداد نیمه های دیشب هنگام رخ داد که گروهی از طالبان بر یک پایگاه ارتش در ولسوالی شاه ولی کوت حمله کردند. منابع دیگر میگویند که نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان تا بامداد امروز ادامه داشت. طالبان ادعا میکنند که در این حمله چندین سرباز ارتش را اسیر گرفتند. در کمتر از 3 ماه اخیر این سومین ضربه بر پایگاه های ارتش ملی است و این حملات جانهای بیشتر از 300 نظامی را گرفتند. گروهی از طالبان دوشنبه شب بر پایگاه های ارتش در ولسوالی شاولی کوت ولایت کندهار حمله کردند و پس از چند ساعت درگیری داخل این پایگاه شدند. منابع میگویند که در این پایگاه ده ها سرباز و افسر ارتش حضور داشتند و بیش از 10 سرباز ارتش در این رویداد جان باختند و شماره هم زخم برداشته اند. دشمنان مردم افغانستان در کمپی که در ولسوالی شاولی کوت بود حمله کردند، عمله هجومی کردند و قطعات ما بسیار به شکل قویش از کمپ خود دفاع کردند، ولی متاسفانه تعداد 10 سرباز ما شهید شدند و 9 نفر زخمی. در کمتر از 3 ماه اخیر این سومین حمله بزرگ بر مرکزهای ارتش در کشور است. بار نخست شفاخانه 400 بستر آماج حمله قرار گرفت و سپس طالبان بیش از 250 نظامی را در قلعه 209 شاهین کشتند. در حدود یک ماه پس از حمله بر قلعه 209 شاهین، این بار طالبان بر یک پایگاه ارتش در ولسوالی شاولی کوت حمله کردند. در این حمله ها تا کنون بیش از 300 نظامی جان باخته اند. شماره از نظامیان پیشین حکومت را به بی‌پروایی متهم می‌سازند و می‌گویند که حکومت از این شکست ها هیچ چیزی نمی‌آموزد. شاید هم چندمین بار دیگه هم تکرار شود، به دلیل از اینکه قطعات اردو این از لحاظ کمیت بسیار کثرت دارند و در هر گوشه افغانستان هستند. در بس حالات اندکترین غفلت سبب میشه که زیان بسیار زیادی به پیکر دولت وارد شود. شهروندان کشور نیز به این حمله ها واکنش نشان می دهند و می گویند که حکومت سرگرم معامله گری هاست و با خون سربازان بازی می کند. زیپی دولت است چی چک صحیح نمی کنه، در موتر یک موتر می رو بی پلیت شیشای سیاس چی می پومی که از دولت است یا از مخالفین است؟ اگه آران می زنه رابطه بلکه پلیت نداره، در داخلش ما چی می بینیم که کی است؟ وزیر است، وکیل است، یا خود این می طالب است، یا خود انتحاری است؟ گزارش ها می رسانند که طالبان پس از حمله و زد و خورد این پایگاه را تصرف کردند، اما پس از آمدن نیروهای بیشتر از شهر کندهار این پایگاه دوباره به دست نیروهای دولتی افتاد. نبرد میان طالبان و نیروهای دولتی از دیشب تا بامداد روز سه‌شنبه ادامه داشت. جمعیت اسلامی افغانستان شورای رهبری موقت اعلام کرد. در این شورا اعضای شورای رهبری جمعیت از 9 تن به 46 تن افزایش یافته است. صلاح الدین ربانی رئیس موقت شورای رهبری جمعیت اسلامی در مراسم اعلام نامهای اعضای شورای تازه رهبری جمعیت خواهان رویکار آمدن نظام پارلمانی در کشور شد و تاکید ورزید که انحصارگرایی زیر هر نامی که باشد و زیان کشور و مردم است. آقای ربانی میگوید که جمعیت اسلامی در انتخابات آینده با گونه نیرومند شرکت خواهد داشت. جمعیت اسلامی با یک چهره تازه اما موقت. در این گرد همایی اعضای برجسته جمعیت اسلامی افزون بر همگانی ساختن نامهای اعضای تازه شورای رهبری موقت این حزب با هم دیگر پیمان تازه نیز بستند. صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، محمد اسماعیل خان، احمد ضیا مسعود، محمد یونس قانونی، کلیم الله نقیبی، عبدالستار مراد، عنایت الله شاداب، محمد نسیم فقیری و عبدالشکور واقف حکیمی 10 نخستین نامها در فهرست تازه شورای رهبری جمعیت اسلامی هستند. از دید جمعیت اسلامی افغانستان با توجه به ساختارهای اجتماعی افغانستان و برای جلوگیری از انحصارگرایی و استبداد سیاسی، معتدلترین نظام سیاسی برای این کشور نظام پارلمانی است. نامهای عبدالله عبدالله و امرالله صالح در میان اعضای تازه شورای رهبری جمعیت نیستند.
شاید به دلیل موقعیت ویژه‌ای که دکتر سیدی عبدالله داره اکنون اعلامی پیوستن به شورای رهبری جمعیت نکرده و در آینده ما امیدوار هستیم که این بظاهر مانعها برداشته شود. منابع میگویند که پس از کشته شدن برهان الدین ربانی بنیادگذار این حزب، جمعیت با اختلافها و نابسامانیهای درونی روبرو شده است، چنان که اعضای جمعیت تا کنون نتوانستند کنگره این حزب را برگزار نمایند. مجلس سنا و علت آنچه که کاستی ها در برگزاری آزمون گماشتن کارمندان برنامه توزیع شناسنامه های برقی گفته می شود، رئیس اداره ثبت احوال نفوذ و رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را به این مجلس فراخواند. شمار از سناتوران می گویند که در روند برگزاری این آزمون شفافیت در نظر گرفته نشده است، اما رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بر بررسی شکایت های این سناتوران تاکید می ورزد. در همین حال رئیس اداره ثبت احوال نفوذ می گوید که روند توزیع شناسنامه های برقی تا یکم ماه دیگر خواهد شد. کارمندان برنامه توزیع شناسنامه های برقی نزدیک به یک ماه پیش برگزار شد، اما ناخوشنیدی ها از چگونگی برگزاری این آزمون هنوز هم در میان سناتوران پا بر جا هستند. حکم عدالت موجود نیست، څنګه مو چې امتحان که ظلم کرده یو قوم سره او په نتیجه کې ظلم شوی امتحان بلغ وکړي. در اداره امور یک اداره به نام اداره تشویق به وجود آمده که ایران بدون از اینکه با اصلاحات اداری هم آهنگ باشن و قوانین و مقررات نافذه دولت افغانستان مد نظر گرفته باشن و مقررجه های سلیقوی دارن. از ما موضوع داده چه نادر نادری پا دی حق لظلم کرده ده ده دی خپل وای چه ولی پا دو جبنه و ده یو او آینده ده چه پروگرام داری. اما رئیس کمیسیون اصلاحات اداری که این آزمون را به همکاری اداری ثبت احوال نفوذ برگزار کرده بود میگوید که در این آزمون هیچ گونه هدف سایی وجود نداشته است. نادر نادری تاکید می‌ورزد کسانی که در این آزمون موفق شدند از تمامی ولایت ها هستند و تنها از ولایت زابل هیچ داوطلبی از این ولایت در آزمون شرکت نداشت. در کارت به صورت واضح نوشته است که نام مشخصات از کجا آمده و زبان هم نوشته است. ای پروسه ای بود که دغه پروسه دیده پاره یو زایب که در نیمگردی هاوی سویده چه اغا ده سهلنگاری او پا قصد و بد نیت بنده نده. از سوی دیگر اداره ثبت احوال نفوذ که برنامه توزیع شناسنامه های برقی کار این نهاد است تاکید می کند که در گذشته شمار از سیاستگران در روند استخدام کارمندان این نهاد فشار می آوردند و از همین رو رئیس جمهور مسئولیت برگزاری آزمون را به کمیسیون خدمات ملکی واگذار کرد. از سوی هم رئیس این نهاد از آغاز روند توزیع شناسنامه های برقی در آینده نزدیک خبر می دهد. امکان داره در روز 70مش آغاز کنیم، در روز 80مش آغاز کنیم، ولی در امو تقسیم اوقاتی که در فرمان بر ما تذکر داده شده ما مطابق از اونمو که یک حکم قانونی بالای داریم ما معامل خواهد کردیم. انشاءالله که یک روز هم از او به تعویق یا معطل نخواهد شد. سرانجام پاسخهای این دو مقام قناعت سناتوران را برآورده می سازد. با تازگی آزمون گزینش 492 تن کارمندان برنامه توزیع شناسنامه های برقی از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد، اما قرار است این برگزیده شدگان یک آزمون دیگر را نیز سپری کنند. وزارت امور داخله میگوید که حمایت کشورهای منطقه از گروه های هراس افغان بیشتر شده است و هراس افغانان در تلاش تصرف بخش های بیشتر در کشور هستند تا بتوانند شاهراهای بزرگ را مسدود بسازند. وزیر امور داخله همچنان تعهد می سپارد که شمار نیروهای پلیس را در ولایت پروان افزایش دهد. آقای جاهد که با شماره از مقام ارشد امنیتی به پروان سفر کرده بود، این سخن را در گرد همایی به جمع از مردم در مرکز پروان بیان کرد. وی میگوید هراس افغانان به خاطر به دست آوردن برخی از مناطق کشور که از افزایش حمایت و پشتیبانی کشورهای همسایه برخوردار هستند، تلاش میکنند و میخواهند برخی از شاهراهای افغانستان را مسدود سازند. اما نیروهای امنیتی افغان آماده مبارزه با هراس افغانان هستند. دلایل هم نیروهای قطعی امنیتی شما و اراده و آمادگی آنتون دارد از دفاع و احبابی امنیت تنظیمی شد.
همچنان در اینجا مقام‌های محلی از غصب زمین‌های دولتی و ملکیت‌های عامه توسط زورمندان ابراز نگرانی کرده و پلیس این ولایت را در تطبیق درست قانون و جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی و ملکیت‌های عامه ناتوان دانستند. کسانی که مال به اطلاع غصب می‌کنند و املاک دولتی غصب می‌کنند و همطور که ما مسئولین پلیس با امانگی ولایت را سایر نهادهای زیرم این را تحضیح دوند و تلاش دریق نباید بکنند. محمد آسم آسم والی ولایت پروان که از جمله سخنرانان در این گرد همایی بود همچنان تامین امنیت نسبی در پروان را در همکاری همه جانبه مردم با نیروهای امنیتی بیان نمود. توانستند که تامین امنیت بکنند و این از برکت حمایت آحاد مردم ما و تمام نهادها و تشکیلات منتخب مردمی است در این ولایت که اینا موفقیت‌های خود را وزیر داخلی کشور در این گرد همایی همچنان به مقام‌های ملی و مردم اطمینان داد که به خاطر تطبیق درست قانون و همچنان در جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی و ملکیت‌های عام اقدامات جدی را انجام می‌دهند. و در پایان برنامه همکارم خبرهای ورزشی را تقدیم می‌کند. خداوند نگهدارتان. سلام دوستان، حال هم خبرهای ورزشی. قوای هوایی کشور فاتح رقابت‌های انتخاباتی تیم‌های منتخب 24 رشته ورزشی اردوی ملی شد. فرقه کماندو دوم شد، فرماندهی آموزش و پرورش اردوی ملی در جایگاه سوم ایستاد. رقابت‌های انتخاباتی در 24 رشته ورزشی در اردوی ملی با شناسایی چهره‌های برتر پایان یافتند. در این دور از پیکارها که از ماه حمل امسال در مرکز تعلیمی اردوی ملی برگزار شده بود، نزدیک به 2000 ورزشکار از تمامی واحدهای نظامی اردوی ملی که در پایتخت مستقر هستند حضور داشتند و سرانجام چهره‌های برتر با 24 رشته ورزشی برگزیده شدند. شهامت، غیرت، همت او توانمندی دی جسمانی دی سرباز بریدمرد او افسران جیگوی په مقابل دی دښمن کې هغه دښمنان چې د موږ په مقابل کې جنگی که دایش دی قاعده دی توریزم په افغانستان کې. این پیکارها سال دوباره زیر نام رقابت‌های بهاری و خزانی از بحر رشد و گسترش ورزش در میان نیروهای اردوی ملی و نیز افزایش توانایی‌های بدنی نیروها برگزار می‌شوند. ورزش لکه اوبا غنده چیز وند ده ضرورت ده بی اوبا زوند نکیه در رقم یهودی اردو منصوب ده ورزش ضرورت ده که چیری هغه ورزشکار نوی بنیادی قوه یا فیزیکی قوه و نلری هغه نشی که ولی چی پا هیچ فعالیت که دی ورزنی فعالیت که دی موافق او کامیه باشه. اگر ما شما قوی فیزیکی نداشته باشیم نمیتونیم که ده کوها یا درهایی که ما شما داریم نمیتونیم ما سلاح و تجهیزات خود انتقال بدیم. ما باید کوشش کنیم که زیادتر سر قوی فیزیکی کار شوه و برای کوشش شوه که چه قسم ما ای را بالا ببریم. در پایان این رقابت ها چهره های برتر و تیم های برتر از سوی معاون لوی دریستیز ستایش شدند. کاروان ورزشی جودوی کشور امروز برای شرکت در رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا رهسپاره هنگ کنگ شد. این بازی‌ها با حضور جودوکاران 48 کشور جهان به روز چهارشنبه همین هفته با میزبانی هنگ کنگ آغاز خواهند شد. جودوکاران کشور پس از سپری کردن یک دور تمرینات فشرده 4 ماهه اکنون برای پیروزی و برافزاشتن پرچم افغانستان در بیرون از مرزهای کشور پا به رقابت‌های قهرمانی آسیا می‌گذارند. ورزشکارای ما 4 تن است، 3 تن از بچه هاست، یکی از دخترها. تقریبا 4 ماه آمادگی خاص گرفتن به این مسابقات که یک نتیجه بسیار عالی داشته باشند. در این بازی‌ها به نمایندگی از افغانستان 3 جودوکار مرد و 1 جودوکار دختر همراه با 1 مربی و 1 ناظر حضور خواهند یافت. ما تا حد توان، تا حد که امکانات در پیش ما بود، ما تمرین کردیم. سطح مسابقه بلند است بسیار، از مسابقات قبلا اشتراک کردیم. تقریبا 4 ماه که ما آمادگی داریم، انشاءالله که 100% انشاءالله از الله سبحانه و تعالی امید دعا هستیم که
ما دستاورد با دستاورد برگردیم به وطن انشاءالله. این رقابت ها بر روز چهارشنبه همین هفته با حضور جودوکاران 48 کشور آسیا در هنگ کنگ برگزار خواهند شد. تیم کرکت کندهار با شکست زدن تیم هلمند فاتح رقابت های کرکت درجه دوم حوزه بست شد و جواز حضور در رقابت های درجه یک حوزه ها را به دست آورد. در پایان فرجام این دیدار این رقابت ها عطاالله با انجام دادن 103 دوش از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن را به دست آورد. در این دیدار نخست بازی را در بخش بیتینگ بازیکنان تیم هلمند آغاز کردند و در 50 اوور بازی با از دست دادن تمامی بازیکنان خود توانست 245 دوش را انجام دهد که در بخش بیتینگ برای تیم هلمند باهوخان خوب درخشید و توانست 59 دوش را با سیل تیم خود انجام دهد و در مقابل در بخش بالنگ برای تیم کندهار عبدالولی و وقارخان خوب درخشیدند و هر یک توانست 3-3 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در مقابل بازیکنان تیم کندهار بازی را در بخش بیتینگ خوب آغاز کردند و توانستند در آور 38 بازی با از دست دادن دو بازیکن هدف داده شده تیم هلوند را برآورده سازد و این تیم را با تفاوت 8 وکت شکست بدهد و راهی رقابت های درجه یک زونها شد که در بخش بیتینگ برای تیم کندهار عطاالله خوب درخشید و توانست 103 دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در پایان این دیدار عطاالله از تیم کندهار با انجام دادن 103 دوش نات اوت از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. خالد سلطانی قهرمان رقابت های دوچرخه سواری در کابل شد. نقیب الله دوم شد و سلیمان نیز در جایگاه سوم ایستاد. این پیکار با فاصله 10 کیلومتر از برابر حوزه پنجم پلیس آغاز شدند و در میدان ورزشی گلف در نزدیک بند قرغه پایان یافتند. هدف از برگزاری این پیکارها ایجاد سرگرمی سالم و جوانان، رشد و گسترش دوچرخه سواری در کشور گفته شده است. تیم کرکت معلولان کشور در نخستین دیدار 20 اوره خود در برابر تیم معلولان هند تن به شکست داد. قرار است میله پوشان کرکت کشور دو دیدار 20 اوره دیگر را نیز با تیم معلولان هند در دهلی انجام دهد. در مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز دیدار دو تیم الاهلی عربستان و الاهلی امارات با تساوی 1-1 به پایان رسید. اما در مهمترین بازی دیگر که بین تیم‌های استقلال و العین امارات در ورزشگاه آزادی برگزار شد، این بازی با برتری 1-0 آبی پوشان استقلال به پایان رسید. در دومین دیدار مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های الاهلی عربستان و الاهلی امارات در جده به مسافه هم رفتند که در پایان دو تیم به برابری 1-1 رضایت دادند. ابتدا نماینده امارات توانست توسط خمیس اسماعیل در دقیقه 21 پیش بیفتد، اما در دقیقه 38 میزبان توسط عبدالفتاح اسیری به گل رسید و این بازی با برابری 1-1 به پایان رسید. در دیگر دیدارهای این مرحله امروز در منطقه غرب آسیا، پرسپولیس ایران در ورشگاه آزادی میزبان لخویای قطر است و استقلال خوزستان ایران برابر الهلال عربستان قرار خواهد گرفت. در منطقه شرق نیز گوانجوی چین میزبان کاشیمای ژاپن است و نیونتانگ تایلند از کاوازاکی ژاپن پذیرایی خواهد کرد. در دیگر دیدار برگزار شده امروز استقلال ایران 1-0 العین امارات را شکست داد. تیم فوتبال استقلال در دیدار رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا برابر نماینده امارات به برتری رسید. مرحله 1/8 نهایی رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز بین تیم های استقلال و العین امارات در ورشگاه آزادی آغاز شد که این بازی با برتری 1-0 آبی پوشان به پایان رسید. استقلال در چند مرحله به سمت دروازه عریف اماراتی حمله کرد، اما موقعیت های این تیم به حدی نبود که بتواند دروازه را تهدید کند. در مقابل العین هم موقعیت خطرناکی روی دروازه استقلال ایجاد نکرد.
دقایق پایانی نیمه نخست با برتری العین امرا بود و این تیم فشار زیادی را روی دروازه استقلال آورد تا بتواند به گل برتری برسد. اما دفاع آبی پوشان مانع از این کار شد. عمر عبدالرحمن مرد تکنیکی و تاثیرگذار العین، اما کاره این تیم در بخش هجومی بود. نیمه دوم برای دو تیم مثل نیمه نخست پیگیری شد و دروازه ها هم بسته ماند و هم خطر آنها را تهدید نکرد. استقلال اما در دقیقه 90 صاحب طلایی ترین فرصت این بازی شد و به خاطر برخورد توپ به دست مدافع العین درون محوطه جریمه صاحب یک ضربه پنالتی شد که این ضربه را کاوه رضایی در وقت دوم اضافه به گل برتری آبی پوشان تبدیل کرد و سرانجام این بازی با برتری 1-0 استقلال پایان یافت. تیم بسکتبال گلدن استیت برای سومین بار متوالی به فرجامین دیدار رقابت‌های بسکتبال لیگ NBA رسید. تیم بسکتبال گلدن استیت با پیروزی 129-115 برابر سان آنتونیو اسپرز در بازی چهارم فرجامین دیدار کنفرانس غرب لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا برای سومین بار پی در پی بعد دیدار پایانی لیگ NBA رسید. تیم بسکتبال گلدن استیت برای سومین بار پی در پی به فرجامین دیدار رقابت‌های بسکتبال لیگ NBA رسید. گلدن استیت با پیروزی 129-115 در برابر سان آنتونیو اسپرز در بازی چهارم فرجامین دیدار کنفرانس غرب لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا برای سومین بار پی در پی به دیدار پایانی راه یافت. Variety is the spice of life. Beautiful finish with the contact. از سال 2003 که سیستم فعلی بازی‌های پلی‌آف در لیگ با اجرا درآمده است، هیچ تیم نتوانسته است که با 12 پیروزی پی در پی و بدون شکست به دیدار پایانی برسد و این ریکارد تاریخی به نام گلدن استیت به ثبت رسیده است. در این بازی که در حضور 18,466 تماشاگر برگزار شد، استفن کری 36 امتیاز، 6 پاس گل و 5 ریباند برای گلدن استیت داشت و کایل اندرسون 20 امتیاز، 2 پاس گل، 6 ریباند و 4 توپ ربایی برای سان آنتونیو اسپرز ثبت کرد. از سوی دیگر کاوی لینارد و تونی پارکر نیز غایبان اسپرز در این بازی بودند. Steph Curry, scoop layup, nice soft touch. رقابت‌های تعیین خط در مهمترین مسابقه موترانی آمریکا برگزار شد تا در مسابقه اصلی اسکات دیکسون در خط اول قرار بگیرد. در رقابت تعیین خط که روز گذشته به پایان رسید، ادگار پنتر و الکساندر روسی از آمریکا به ترتیب دوم و سوم شدند و تاکنون و تاکامو ساتو از ژاپن به مقام چهارم رسید. رقابت تعیین خط در مهمترین مسابقه موترانی آمریکا برگزار شد تا در مسابقه اصلی سکات دیکسون در خط نخست قرار بگیرد و فرناندو آلونسو از خط پنجم شروع کننده بازی باشد. راننده اسکاتلندی تیم چیپ جناسی توانست با میانگین سرعت 373.3 کیلومتر بر ساعت به مقام قهرمانی دور تعیین خط در رقابت‌های ایندی 500 سال 2017 میلادی دست یابد تا در آغاز مسابقه اصلی جلوتر از دیگران باشد. سکات دیکسون 36 ساله در سال 2008 میلادی و پایان خبرهای ورزشی.